سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما اومدیم با یه ویدئوی دیگه. امشب اومدیم به یکی از جنوبی ترین مناطق شهر تهران. اینجا محله نازی‌آباده. میخوایم این محله شلوغ و دوست داشتنی رو بهتون نشون بدیم. محله نازی‌آباد یکی از محله‌های قدیمی و اصیل شهر تهرانه که توی منطقه 16ه. اینجا هم که ما الان داخلش هستیم خیابون اکبر مشهدیه که یکی از خیابون‌های اصلی نازی‌آباده. اینجا یکی از بازارهای اصلی و بزرگ جنوب تهرانه. همونطور هم که داریم می‌بینی توی این خیابون پر از فروشگاه‌های لباس مجلسی و لباس زنونه و لوازم آرایشیه. تو این خیابون مراکز خرید و پاساژهای زیادی هستش که یکی از معروفترین اونها مرکز خرید لوتوس ماله که جدیداً افتتاح شده و خیلی هم بزرگ و کامله. من حتما توی ویدیو جداگانه این مرکز خرید رو بهتون نشون میدم. میتونم بگم یکی از اصلی ترین یا حتی اصلی ترین خیابون نازی‌آباد خیابون رجاییه. شما وقتی از خیابون رجایی وارد خیابون اکبر مشهدی که ما الان داخلش هستیم میشیم، تو اول خیابون یک سری فروشگاه موبایل و لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر میبینیم. به وسط های خیابون که الان ما اینجا هستیم میرسیم، کم کم همونطور که دیدید فروشگاه های لباس عروس و عقد و نامزدی و اینا رو میتونید ببینید. به نظر من قیمت هاش هم نسبت به جاهای دیگه تهران مناسبه. مثلا این فروشگاه قیمت لباس هاشو زده، بریم بهتون نشون بدم. تقریبا میتونم بگم قیمتاش بین 300 هزار تومان تا 400 هزار تومانه. مثلا سه تا از مانتوهاش قیمت 298 هزار تومان داره که حدود 10 دلار میشه تقریبا. برای دوستایی که درخواست دارن که من قیمت رو به دلار بگم، به نظر من نسبت به جاهای دیگه تهران قیمتاش مناسب تره. اگر بخوام راجع به قدمت محله نازی‌آباد بگم، اینجوری میتونم شروع کنم که در تهران قدیم اینجا یه روستا بوده به نام نازی‌آباد که ناصرالدین شاه که یکی از شاههای قاجار بوده این محله رو برای یکی از همسران خودش به اسم ناز خاتون میخره و یه قصری رو تو این منطقه میسازه که بعدها این قصر تبدیل میشه به یک پارک. تو سال 1334 هجری شمسی این محله به یکی از محلات تهران اضافه میشه و اسمش هم از نازی‌آباد به نازی‌آباد تغییر میکنه. اینجا به غیر فروشگاه لباسی که داره، هم رستوران داره و هم فست فود و هم آب میوه فروشی های زیادی داره. مثلا این آقا فکر کنم داره جیگر کباب میکنه. بریم اگه بشه نزدیک بهتون نشون بدم. جای دوستایی که دوست داشتن اینجا باشن و واقعا خالی میکنه.
خب بهتره بریم به اونور خیابون و اون سمت خیابونم بهتون نشون بدیم. درباره قیمت آپارتمان و رهن و اجاره این منطقه میتونم بهتون بگم که چون این منطقه تو جنوب تهرانه قیمت مناسب تری داره نسبت به جاهای مرکزی و شمالی تهران. من طبق استعلامی که گرفتم قیمت هر متر آپارتمان اینجا از حدود متری 20 میلیون تومان یا 650 دلار شروع میشه و تو خونه نوساز که متری حدود 38 میلیون تومان یا 1260 دلار میشه تقریبا. و مثلا برای رهن و اجاره یک آپارتمان نوساز 70 متری اینجا باید حدود 300 میلیون پول پیش با ماهی 3 میلیون تومان اجاره بدیم که به دلار میشه حدود 10000 دلار پول پیش با ماهی 100 دلار. من این قیمتی که گفتم بهتون قیمت یه خونه نوسازه که حالا امکانات خوبی هم داشته باشه. مسلما خونه‌ای که سن بالاتری دارن از این کمتره. از جاهای تفریحی نزدیک به نازی‌آباد میتونم پارک بهمن و بوستان ولایت رو بهتون بگم. برای اینکه به این خیابون بیاین و این منطقه بیاین میتونید از مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده کنید. برای استفاده از مترو میتونید در خط 1 مترو تهران توی ایستگاه شهید بخارایی پیاده بشین و با حدود 10 دقیقه پیاده روی به این خیابون برسین. از اتوبوس‌ها و تاکسی‌هایی که به سمت محله نازی‌آباد و یا خانی آباد نو میان میتونید استفاده کنید. کلا دسترسی این محله بیشتر از سمت بزرگراه بعثت و نواب و تنگویانه. ترمینال جنوب هم نزدیک این منطقه است که به راحتی میتونید با تاکسی و اتوبوس از این ترمینال به شهرهای جنوبی ایران برید. خب ما خیابون اکبر مشهدی رو به سمت جنوب اومدیم و اینجا خیابون بازار دومه که هم قدمت بیشتری داره نسبت به خیابون اکبر مشهدی و هم بورس فروشگاه‌های لباسه و یکی از اصلی ترین مرکز خرید جنوب تهران و نازی‌آباده. ساعت 8:30 به نظرم بهتره که تو این فروشگاه هم بریم و قیمت چند تا از لباس‌هاشم بهتون بگیم. مثلا این تیشرت یقه‌دار قیمتش اگه پیدا کنم، خب قیمتش 399 هزار تومنه یا حدود 13 دلار میشه.
مثلا این پیرهن قیمتش 299,000 تومان یا همون 300,000 تومنه یا حدود 10 دلار. به نظرم جنس خوبی هم داره. دوستای عزیزم خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو و این محله لذت برده باشین. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. اگر از هر جای ایران یا تهران که خواستین ما براتون ویدیو بگیریم، تو قسمت کامنت ها بنویسید که ما تو برنامه‌مون قرار بدیم. مثل همیشه شاد و پر انرژی باشین، مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.